بسم الله الرحمن الرحیم من امید زندی هستم دانشجوی دکترای مهندسی برق کنترل از دانشگاه علم و صنعت ایران با یکی دیگر از آموزش های همراه شما هستیم در این آموزش می‌خواهیم به طراحی جی آی یا رابط گرافیکی کاربر در نرموزار مطلب بپردازیم در حال حاضر تا نسخه 2021 نرم مطلب دو تا محیط برای طراحی جی آی وجود دارد یکی محیط گاید هست و یکی هم تولباکس اپ دیزاینر هست که این تول باکس از سال 2018 اضافه شده و امکانات خیلی بهتری نسبت به محیط گاید دارد و همینطور کد نویسی رو خیلی راحتتر کرده که در ادامه آموزش هم دقیقا همین رو خواهیم دید. راحتی با چند تا خط کد میتونیم رابط های گرافیکی خیلی زیبا و قشنگی رو بسازیم و خود مسورک در مطلب 2021 a دقیقا گفته که در نسخه های بعدی محیط گاید کلا هست میشه و فقط محیط اپ دیزاینر برای طراحی جی قابل استفاده هست بنابراین هدف ما در اینجا آموزش تول باکس اپ دیزاینر برای طراحی جی هست آموزش رو در چهار بخش خدمت شما تقدیم می کنیم در بخش اول یک سری مفاهیم مقدماتی رو بیان می کنیم و سپس به اجزای اصلی طراحی جی آی در اپ دیزاینر خواهیم پرداخت در ادامه به پنجره ها و اعلان ها میپردازیم منوی ابزار دقیق موضوع بعدی هست و دنایت بر اساس مطالبی که در سه بخش اول یاد گرفته ایم میایم سه تا پروژه کاربردی رو هم تمرین می کنیم تا بر تول باکس اپ دیزاینر به صورت کامل مسلط بشیم من سعی می کنم که به جای که در ابتدا به کلی مطالب تئوری بپردازیم و سپس وارد کدنویسی بشیم از همون اول وارد نرم مطلب بشیم و به تدریج با بخش های مختلف تولباکس اپ دیزاینر آشنا بشیم همونطور که گفتیم برای طراحی جی آی در نرم مطلب دو تا محیط داریم یکی محیط گاید هست یا گرافیک User اینترفیس دیولپمنت که اگر این رو بزنیم دقیقاً همونطور که مشاهده می کنید به ما اطلاع میده که در نسخه های جدید مطلب یعنی از 2022 به بعد ممکنه که این تولباکس گاید حذف بشه و به جای اون باید از تولباکس اپ دیزاینر استفاده بکنیم پس برای وارد شدن به تولباکس اپ دیزاینر میایم اپ دیزاینر رو تایپ میکنیم در این صورت وارد این محیط میشیم این محیط جدید طراحی GUI در نظر مطلب هست که در این قسمت پایینی مثال های متنوعی از قبل حل شده و شما میتونید برای تمرین بیشتر از این مثال ها استفاده بکنید به این بخش بالایی هم نگاه بکنیم گزینه اول که همون هلپ اپ دیزاینر هست و گزینه دوم هم یک سری نکاتی رو درباره مهاجرت از گاید به اپ دیزاینر برای ما توضیح میده مثلا گفته شده که بعد از اینکه محیط گاید از نرمزار مطلب حذف شد باز هم ما میتونیم پروژه های گاید رو با اپ دیزاینر باز بکنیم ولی فقط میتونیم اونها رو اجرا بکنیم و دیگه قابل ویرایش نیستند این گزینه بلانک اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم تا یک پروژه خالی ایجاد بشه به این صورت کنترل اس رو بزنیم اون رو ذخیره سازی میکنیم بیایم ابتدا یک سری توضیحاتی رو راجع به خود این محیط بدیم بعد کم کم وارد طراحی جی آی بشیم. به این محیطی که در اینجا مشاهده می کنید بوم نقاشی یا کنویس می گیم. یک در واقع صفحه خالی و سفید رنگ هست و ما به تدریج علمان مختلف رو بستگی به نیاز به این بوم نقاشی اضافه می کنیم و کدنویسی رو برای اونها هم انجام می دیم. یکی از بخش های خیلی مهم در اپ دیزاینر کامپوننت لایبرری هست یا کتابخونه اجزا ما با ساده از علمان های مختلف مثل کلید های فشاری، اسلایدرها ها و غیره جی رو می سازیم که مجموعه این علمان ها در این قسمت قرار دارد. کال در حالت دیفالت زیر کتاب خونه های کامن یا علمان های مشترک و رایج رو داریم، ظروف یا کانتینرز رو داریم بعد فیگر تولز رو داریم و همینطور اینسترومنتیشن رو داریم اینها در واقع به صورت دیفالت در خود اپ دیزاینر وجود دارند اما یک سری المان های دیگه هم بستگی به نیاز وجود دارد در واقع بستگی به اپلیکیشن که خود کاربر میتواند اونها رو از سایت مسورگ دانلود بکند و به اپ دیزاینر اضافه بکند مثلا این بخش آخر ممکنه که در برخی از اپ دیزاینرها وجود نداشته باشد ولی شما میتونید اجزای مخصوص کاربرد خودتون رو از مسورک دانلود بکنید و اون رو به اینجا اضافه بکنید مثلا این 80 جزی که مشاهده میکنید برای کارهای هوافضا قابل استفاده هست که ما با این بخش کار نداریم و در این قسمت کامپوننت لایبرری ما یک گزینه سرچ هم داریم که لازم نیست که بگردیم داخل اینها تا یک جزء مشخصی رو پیدا بکنیم کافی که اسم اولش و یا یک کلمه کلیدی از اون جز رو در اینجا سرچ بکنی مثلا من تکست رو مینیسم بعد مثلا لیبل رو داریم تکست ایریا رو داریم و یا ادیت فیلد برای تکست رو داریم و یا در اینجا کانتکست منیو رو داریم که به تدریج با اینها آشنا میشیم و یا مثلا من دنبال یک اسلایدر هستم پس در اینجا کافیه که اسم اسلایدر رو بنویسیم و اون جز رو به راحتی با درگ درپ کردن میتونیم به بوم نقاشی اضافه بکنیم. کنترل زد هم بزنیم به حالت قبل برمیگردیم. یک بخش مهم دیگه ای که در اپ دیزاینر وجود دارد این بخش کامپوننت براوزر هست. الان من در اینجا هیچ المانی رو ندارم. این مین اپ اسم برنامه ای هست که ذخیره کرده ام و این یو آی فیگر هم دقیقا همین بوم نقاشی رو نشون میده. خود اپ دیزاینر به صورت دیفالت این المان بوم نقاشی رو اضافه می کند و اسم اون هم UI Figure هست یا User Interface Figure. پس در اینجا به صورت دیفالت ما فقط UI Figure رو داریم و مثلا من میام یک کلید فشاری رو اضافه می کنم به Component Browser دقت بکنید به صورت اتوماتیک خود اپ دیزاینر میاد این المان جدید رو هم اضافه می کند. اپ باتن و یا میام یک چک باکس رو اضافه می کنم. می بینید که یک اپ دات چک باکس هم به کامپوننت براوزر اضافه شده. اگر مثلا چند تا المان مختلف در اینجا داشته باشیم با کلیک کردن بر روی اونها میتونیم اون شی رو در داخل بوم نقاشی پیدا بکنیم. مثلا اپ دات باتن میشه این کلید. حال یک بخش مهم دیگه اینسپکتر هست. این پایین رو ببینیم. در واقع ما برای تمام اجزایی که در بوم نقاشی استفاده می کنیم، کلی خصوصیت رو میتونیم تنظیم بکنیم. این که مثلا سایز این باتن به چه صورت باشه. فونتش به چه صورت باشه. راستچین باشه و یا چپچین کلی خصوصیت رو میتونیم برای این کلید و مشخصات اون تنظیم بکنیم که مجموعه این خصوصیات در این بخش اینسپکتر یا پراپرتیز اینسپکتر وجود دارد مثلا در اینجا بر روی این کلید باتن نوشته شده ولی من در اینجا میتونم از هر اسم دیگه ای استفاده بکنم مثلا پرس باتن با توجه به کاربرد من یک اسم مناسبی رو انتخاب میکنم مثلا میخواهم از این دکمه به این صورت استفاده بکنم که هر وقت این دکمه رو زدم مثلا یک نمودار رسم بشه پس بهتره که از اسم پلات برای اون استفاده بکنیم بعد در اینجا مثلا میتونیم الاینمنت متن رو به صورت راستگرد چپگرد و یا مرکزی تنظیم بکنیم و یا در اینجا میتونیم فونت اون رو تنظیم بکنیم فونتش بیست باشه بعد بولد باشه و یا در اینجا فونت نیم رو میتونیم تنظیم بکنیم مثلا میخواهم از تایمز نیو رومن استفاده بکنم و در اینجا میتونم رنگ متن رو تنظیم بکنم مثلا سبز باشه و یا زرد باشه و یا آبی و همینطور در این قسمت هم میتونم رنگ بکگراند رو تنظیم بکنم مثلا میخواهم رنگ بکگراند فیروزه ای باشه تنظیمات خیلی زیادی وجود دارد که ما سعی می کنیم که در مثال ها با اونها آشنا بشیم و لازم نیست که به صورت جز به جز همه رو معرفی بکنیم و بعدش در مثال ها از اونها استفاده بکنیم. این در واقع ها اغلب ظاهر جی آی ما رو زیبا می کنند. با توجه به سلیقه فرد ما میام این رنگ ها ها و غیره رو تنظیم می کنیم. اما کار اصلی که باید در جی انجام بدهیم نوشتن کالبک ها هست این کالبک ها خیلی مهم هست کالبک یعنی چی یعنی اینکه اگر این رو مثلا فشار بدم و یا روش کلیک بکنم و نگه بدارم چه اتفاقی بی افتد و یا در اینجا من یک چک باکس دارم اون رو یکم بزرگتر می کنم فونت سایز 25 و بولد یک چک باکس در اینجا دارم باید مشخص بکنیم که زمانی که این تیک رو زدیم چه اتفاقی باید بیفتد که برای تعیین وظایف هر کدوم از این اجزا ما از کالبک استفاده می کنیم. در حقیقت میتونم بگم که بیش از 90 درصد طراحی در اپ دیزاینر نوشتن همین کالبک ها هست و 10 درصد ما هم در واقع سلیقه به خرج دادن هست و اینکه ظاهر جی آی ما خیلی شیک و تمیز و کاربر پسند باشه. خب من اینها رو حذف می کنم و میاییم قدم به قدم با این علمان ها در اینجا آشنا میشیم و یک سری کد های ساده رو اجرا می کنیم تا با نحوه طراحی جی در اپ دیزاینر آشنا بشیم من فکر می کنم که از این بخش ظروف شروع بکنیم بهتر هست یه تب گروپ داریم و یک پنل و یک گرید لی که به خود همین نوار ابزار در اپ دیزاینر نگاه بکنیم مثلا ما یک دیزاینر در اینجا داریم که شامل چندین گزینه مختلف هست و یا در اینجا کنویس رو داریم که باز هم خود شامل چند تا گزینه مستقل دیگه هست این کار رو ما با ساده از این تب گروپ میتونیم انجام بدیم به هر کدوم از اینها یک تب میگیم پس من مثلا میام این تب گروپ رو کلیک میکنم و با درگ اند کردن به راحتی میتونم اون رو به بوم نقاشی خودم اضافه بکنم. حال میام اندازه تب ها رو دقیقا مثل اندازه بوم نقاشی تنظیم میکنم. در اینجا دو تا تب داریم. همونطور که در اینجا هم دو تا تب داریم ولی اگر شما بر روی این گزینه کلیک بکنید میتونید تب های مختلف رو اضافه بکنید. مثلا تب اول رو ما میتونیم با اسم استارت مشخص بکنیم و رنگ اون رو هم قرمز در نظر بگیریم و رنگ بک‌گراند رو هم میام به این صورت انتخاب میکنم پس این تب اصلی من هست که زمانی که برنامه رو اجرا میکنم همین صفحه رو به من نشون میده و من میتونم بر روی تب های 2 و 5 کلیک بکنم و به تب های دیگه میرم و سایر کدنویسی ها و اجزا رو در تب های جداگانه قرار میدم کار برای اینکه این تب این استارت خالی نباشه مثلا میتونیم یک عکس رو در اینجا قرار بدیم میایم ایمیج رو از بخش کامن انتخاب میکنیم و به تب استارت اضافه میکنیم اگر بر روی براوز کلیک بکنیم یک صفحه رو باز میکنه که ما میتونیم یک عکس رو انتخاب بکنیم من میخواهم از لوگوی فرادرس استفاده بکنم بنابراین فعلا من در اینجا یک تب گروپ ایجاد کردم که تب اولمون استارت هست و یک عکسی رو به من نشون میده و حال های بعدی رو من میام در های جداگانه می نویسم. که حال بعدا هم خواهیم دید که مثلا ما میتونیم برای باز شدن و اجرا شدن این برنامه پسورد تعیین بکنیم. یعنی زمانی که این برنامه رو اجرا می کنم یک پنجره باز بشه که ما باید پسورد رو وارد بکنیم و بعدش میتونیم از امکانات این GUI استفاده بکنیم. همونطور که مشاهده می کنید من برنامه رو با زدن گزینه ران اجرا کردم در تب استارت هستیم و این عکس رو به ما نشون میده و به تب دو، سه، چهار و پنج بریم این تب ها خالی هستن و کم کم اینها رو تکمیل می کنیم. پس تب گروپ رو در اینجا معرفی کردیم اما این پنل برای گروه بندی استفاده میشه. در تولباکس های مختلف دیدید که مثلا چند تا دکمه وجود دارند که این دکمه ها مربوط به یک الگوریتم مشخص هستند. پس ما میتونیم یک پنل رو برای اونها بکشیم و مشخص بکنیم که این دکمه ها مربوط به فلان الگوریتم هست و این کار رو میتونیم برای تمام پارامترهایی که در واقع به همدیگر وابسته هستند و برای انجام یک کار مشخص تعریف شده اند انجام بدیم. پس من این در واقع ها رو از این جهت در اینجا تعریف کردم که نمیخواهم برای کار با بخش های مختلف در این تول باکس بیام پروژه های جداگونه رو تعریف کنم. یک مین اپ داریم یک برنامه اصلی و در ادامه می خواهیم در هر کدوم از این تب ها با یکی از این بخش ها آشنا بشیم مثلا در تب دو می خواهیم با انواع مختلف دکمه ها آشنا بشیم در تب سه می خواهیم با فیگر ها و تیبل ها آشنا بشیم در تب چهار می با این المان های ابزار دقیق آشنا بشیم. بنابراین اگر مثلا پروژه ما خیلی بزرگ باشه لازم نیست که اونها رو تبدیل به چند تا جی آی بکنیم. یک جی آی داریم با چند تا تب و هر کدوم از بخش مختلف پروژه رو در تب جداگانه میتونیم تعریف بکنیم. پس این تب شروع ما هست که فقط یک عکس قرار دادیم و در جی و آی ها همواره ما میتونیم برای زیباسازی از عکس ها استفاده بکنیم. حال در تب دو خواهیم با باتن ها آشنا بشیم پس حتی میتونیم این اسم رو عوض بکنیم اسم رو باتنز میذارم و از رنگ آبی هم برای اون استفاده میکنم بیایم تکست رو سرچ بکنیم فعلا با این دوتا گزینه کار میکنیم و کانتکست منیو رو بعدا دقیقتر باهاش آشنا میشیم Edit Field Text در واقع برای این استفاده میشه که کاربر یک داده رشته و استرینگ رو وارد بکند به این تکست ایریا هم در حقیقت برای نوشتن یک متن طولانی هست مثلا در یک کوشه میخواهید شما راجع به این تول باکس توضیحات مفصلی بدید که میتونید از این تکست ایریا استفاده بکنید که بعدا با اون کار خواهیم کرد پس فعلا فقط همین ادیت فیلد رو در نظر بگیرید که ما فقط یک خط داده استرینگ رو وارد می کنیم. روی این اگر کلیک بکنم در این صورت در کامپوننت براوزر المان مورد نظر هم انتخاب میشه. که آل به صورت دیفالت خود اپ دیزاینر اسم ادیت فیلد رو انتخاب کرده و اگر من بیام این رو یه کپی پیست بکنم از شماره هم استفاده می ادیت فیلد 0, یک دو و غیره. ولی در برنامه بهتره که از اسمهای با معنا استفاده بکنید تا بعدا هنگام کود نویسی راحتتر هم بتونید داده ها رو فراخوانی بکنید. مثلا در اینجا من از اسم mytext استفاده می کنم. mytext توجه کنید که این mytext در واقع همین Edit فیلد نیست این Edit فیلد فقط یک لیبله یک لیبله که فقط در کنار این باکس برای وارد کردن اطلاعات نوشته شده و حتی من میتونم این رو حذف بکنم اسم این باکس برای ما خیلی اهمیت داره که در اینجا اون رو به My Text تغییر دادیم یکی از ویژگی های خوب اپ دیزاینر اینه که اگر من مثلا در ابتدا بیام از همون اسم ادیت فیلد در برنامه استفاده بکنم و کلی کد بنویسم بعدش زمانی که میام در اینجا اسم رو عوض میکنم خود اپ دیزاینر به صورت اتوماتیک میره تمام اون اسم ها رو عوض میکنه و دیگه لازم نیست که مثل گاید بیایم خودمون این کارو انجام بدهیم پس مای ما تکست رو در نظر میگیریم حال بر روی هر کدوم از المان های داخل بوم نقاشی هم کلیک بکنیم در این قسمت ما مشخصه های اون المان رو میبینیم مثلا در اینجا من بر روی My Text همین بلوک کلیک کردم بنابراین این در واقع پراپرتیز ها مربوط به همین My تکست هست دقیقا مثل تول باکس گاید ولیو دقیقا میشه متنی که در اینجا نوشته میشه که میام یک متن به دین صورت رو می نیسم. This is the first example of the course. این اولین مثال از این دوره آموزشی هست. که البته میتونیم کوتیشن ها رو حذف بکنیم و خود متن رو فقط می نویسیم. حال در اینجا میتونیم الاینمنت رو مشخص بکنیم متن چپچین باشه و یا راستچین و یا سنتر در اینجا سایز رو تعریف میکنیم 20 باشه بولد باشه رنگ متن رو تعریف میکنیم و خیلی از خواص این متن رو میتونیم در این پراپرتیز اینسپکتر تنظیم بکنیم حال یکی از پراپرتیز های همین متن اینتراکتیویتی هست یا تامل پذیری بر روی این اینتراکتیویتی کلیک بکنیم چند تا گزینه بدین صورت رو خواهیم داشت که گزینه اول ویزیبل هست در حالت دیفال فعال هست یعنی اینکه زمانی که برنامه رو اجرا می کنیم، این رو میبینیم. برنامه رو اجرا می کنم، در این صورت به تب باتنز بریم متن رو میبینیم. اما اگر این ویزیبل رو غیر فعالش بکنم در این صورت زمانی که برنامه رو اجرا می کنیم اون متن رو دیگه در اینجا نمی بینیم. این کاربورت های ویژه ای دارد چرا که مثلا فرض بکنید که می خواهیم یک مسئله بهینه‌سازی رو حل بکنیم و از دو تا الگوریتم بهینه‌سازی می خواهیم استفاده بکنیم و هر کدوم از این الگوریتمها هم آپشن های خاص خودشون رو دارند بنابراین زمانی که از الگوریتم A داریم استفاده می کنیم می آپشن های الگوریتم دو رو انویزیبل بکنیم که دیده نشود و برنامه قشنگ تر بشه بنابراین این مشخصه جالبی هست بعد گزینی بعدی ادیتبل هست یعنی قابل ویرایش و یا غیر قابل ویرایش بیایم یه بار دیگه ویزیبل رو فعال بکنیم و برنامه رو اجرا بکنیم در من در اینجا میتونم این متن رو عوض بکنم مثلا از فرادرس استفاده میکنم این متن رو من تغییر دادم ولی اگر بیایم این گزینه ادیتبل رو غیر فعال بکنیم و برنامه رو اجرا بکنیم دیگه ما نمیتونیم این متن رو عوض بکنیم این هم کاربرد جالبی دارد الاینمنت رو میام به سنتر تغییر میدم تا متن رو در وسط به صورت کامل ببینیم. یک مشخصه جالب دیگه enable هست. که البته برای این خیلی قابل استفاده شاید نباشه اما فرض بکنید که من یک دکمه رو اینجا اضافه کرده هم و با زدن این دکمه میخواهم یک سری کارها انجام بشه. اگر بیام enable رو برای این دکمه غیر فعال بکنم در این صورت با زدن این دکمه اتفاق خاصی هم نمیافته. توجه بکنید که این اینیبل با ویزیبل فرق دارد. ویزیبل فقط میاد میگه که آیا این المان رو در جی نشون بدهم یا نه. اما اینیبل میگه که اگر کالبک مربوط به این دکمه فعال شد در این صورت برنامهش رو اجرا بکنم یا نه. بیایم در حالت اولیه ویزیبل رو برای این متن غیرفعال بکنیم و حال میخواهم یک برنامه ساده بنویسم که اگر من این دکمه رو فشار دادم در این صورت این متن هم ظاهر بشه پس اسم بهتری رو استفاده میکنیم از اسم شاو تکست بهتره که استفاده بکنیم فونت سایز رو 16 و بولد تنظیم میکنیم رنگ بکگراند رو سبز در نظر میگیرم پس توجه بکنید که من میخواهم زمانی که دکمه شاو رو فشار میدهم متن اینجا نشون داده بشه که برای این کار همونطور که گفتم میایم از کالبک ها استفاده میکنیم کالبک یعنی که اگر دکمه رو فشار دادیم بعدش اتفاقی بیفتد برای روی همین المان کلیک راست میکنیم در این پایین کالبکس رو میبینیم که برای المان های مختلف کالبکهای مختلفی وجود دارد که این دکمه فشاری فقط یک کالبک دارد و اون هم باتن Pushed فانکشن هست یعنی که این باتن فشار داده شده است این رو میزنم در این صورت وارد محیط کدنویسی میشیم به این بخش نگاه بکنیم ما در اپ دیزاینر دو تا محیط داریم یکی کد ویو هست و یکی دیزاین ویو دیزاین ویو همون بوم نقاشی هست که ما اجزا رو در کنار هم قرار میدهیم و مثلا کد نویسی کالبک ها و اینکه با زدن یک دکمه و یا تغییر یک اسلایدر چه اتفاقی بیفتد ما اینها رو در قسمت کد ویو کد نویسی می کنیم کد ویو در کل به دو بخش تقسیم بندی شده همونطور که مشاهده می اینجا سفید رنگ هست ولی اینجاها خاکستری هست این بخش های خاکستری غیر قابل ویرایش هستند و ما فقط میایم کد هایی که خودمون لازم داریم رو در این بخش های سفید رنگ می نویسیم. به این اسم دقت بکنیم خود این اسم نشون میده که شاو تکست باتن فشار داده شده. پس چه اتفاقی بی را رو ما در اینجا کد نویسی می کنیم. بخش های دیگه مربوط به پیکربندی خود جی آی هست. ما اگر نخواهیم از اپ دیزاینر برای تراحی جی آی استفاده بکنیم باید خودمون بیایم از دستورات پایه استفاده بکنیم و مثلا بوم نقاشی رو ابتدا ایجاد بکنیم بعد تب گروپ رو اضافه بکنیم تکس رو اضافه بکنیم همه این کارها رو ما باید ریز به ریز خودمون باید انجام بدهیم ولی مزیت استفاده از اپ دیزاینر اینه که خیلی از کارها رو به صورت اتوماتیک خودش انجام میده مثلا ایجاد بوم نقاشی ایجاد تب گروپ اضافه کردن Start Tab اضافه کردن ایمیج خیلی از کارها رو به صورت اتوماتیک خود اپ دیزاینر انجام میده و دیگه لازم نیست که ما اونها رو تغییر بدهیم و این بخش های پایینی هم در واقع همون پراپرتی هایی رو نشون میده که ما در واقع از طریق همین جی در اینجا اونها رو تنظیم کردیم مثلا این بخش رو نگاه بکنیم نوشته create start tab که دقیقاً این تب رو نشون میده. ما در این تب چیکار کردیم؟ ابتدا اومدیم اسم اون رو به همون استارت تغییر دادیم بعد این عکس رو اضافه کردیم. که در اینجا هم مثلا خود اپ دیزاینر اومده یک تبی رو ایجاد کرده بعد تایتلش رو استارت گذاشته. بعد اینها هم رنگ های رو و همینطور رنگ متن رو نشون میده. ما از طریق این پراپرتیز اینسپکتر هر تغییری رو اعمال بکنیم خود اپ دیزاینر به صورت اتوماتیک در این بخش های خاکستری که ما نمیتونیم دیگه اونها رو تغییر بدهیم اون کد های لازم رو اضافه می کند. مثلا همین استارت تب رو در نظر بگیریم رنگ بکگراند صفر یکی هست. من میرم این رنگ رو عوض می کنم. مثلا از رنگ آبی استفاده می کنم. و دوباره برگردیم اینجا الان بکگراند کالر سف سف یا همون آبی شده بنابراین هر تغییری رو ما در اینجا انجام بدهیم در اینجا هم میبینید که خود اپ دیزاینر به صورت اوتوماتیک تغییرات رو بر روی پراپرتیز ها اعمال میکنه و دیگه لازم نیست که کد اینها رو خودمون بنویسیم کار اصلی که ما باید در اپ دیزاینر انجام بدهیم نوشتن کالبک ها هست مثلا در اینجا گفتیم که میخواهیم زمانی که این دکمه شاو تکست فشار داده شد میخواهیم این متن نشون داده بشه که برای این کار هم فقط کافیه که این پراپرتی ویزیبل رو فعال بکنیم بنابراین در اینجا میایم میگیم که در داخل برنامه app.mytext رو انتخاب میکنیم این در واقع در همه جا مشترک هست. اپ در واقع میتونیم بگیم که کل پروژه ما تحت عنوان اپ شناخته میشه. مثلا یک ماشین رو در نظر بگیرید. ما کل ماشین رو به عنوان این اپ در نظر میگیریم. حال مثلا میخواهیم دنده رو عوض بکنیم. برای این کار چیکار میکنیم؟ میگیم که برو داخل ماشین و بعدش در قسمت دنده حال مثلا ولیو دنده رو برابر با دنده یک قرار بده. از همچین اصلی در اینجا هم استفاده می کنیم. پس این اپ برنامه کلی ما هست. بعد ما میریم در المان مای این المان رو هم خودمون اسم کرده ایم. حال خود این المان هم همونطور که در اینجا هم می بینید پراپرتیز های مختلفی دارد که ما باید بگیم که چی رو می خواهی تغییر بدی. یک دات بذاریم تمام پراپرتی های این مای رو میتونیم ببینیم. از ولیو بگیرید تا تایپ و تگ و یوزر دیتا و ما مثلا دنبال ویزیبل هستیم کافیه که وی آی رو بنویسیم بقیه رو خود اپ دیزاینر تکمیل می کند بنابراین اگر این دکمه فشار داده شد می بریم داخل برنامه در بخش مایتکست text پراپرتی ویزیبل رو فعال بکنیم اون رو برابر با یک منطقی قرار میدیم. حال بیایم یه بار دیگه برنامه رو اجرا بکنیم میریم به قسمت باتنز الان متن رو نمیبینیم بعد شاو تکس رو بزنم متن ظاهر میشه خب حال بیایم یه کار جالب دیگه انجام بدهیم در برخی از اپلیکیشن ها دیدید که مثلا ما یک دکمه داریم و روش نوشته شاو تکس اون رو میزنیم متن رو نشون میده حال زمانی که متن نوشته شد در این صورت به جای این شاو تکست مثلا هاید تکست رو میبینیم یعنی تکس رو پنهان بکن در این صورت اگر دوباره بر روی این دکمه کلیک بکنیم متن پنهان میشه این رو میتونیم به عنوان یک کار جالب در ادامه اضافه بکنیم پس در ابتدا به صورت دیفالت شاو تکس هست و اون کلید فشاری رو ما فشار بدهیم متن رو میبینیم حال بعدش باید بیایم این تکس رو عوض بکنیم به جای شاو تکست باید بنویسیم هاید تکست برای این دکمه کلیک بکنیم پراپرتی که ما باید تغییر بدهیم در اینجا مشخص شده ما باید تکست رو عوض بکنیم بنابراین بعد از اینکه ویزیبل فعال شد در این صورت میگیم که اپ text شاو تکست رو عوض بکن از هاید تکست استفاده بکنید خب بیاین برنامه رو اجرا بکنیم الان متن رو نمیبینیم باتن رو فشار میدم متن رو میبینیم و الان میگه که های تکست یعنی تکست رو پنهان بکن که من در ادامه باید یک اصلاحی رو انجام بدهم که اگر این رو فشار دادم باید این متن پنهان بشه خب برای این کار از خود همین ویزیبل مای تکست استفاده می کنیم. زمانی که این شاو تکست رو ما فشار می دهیم، دو تا حالت داریم. یه حالت اینه که خود این ویزیبل از ابتدا صفر بوده و یک حالت هم این که از ابتدا خودش یک بوده. بنابراین یک ایف میذاریم زاریم. ایف app .mytext اگر این برابر با یک باشه یا بهتره که حالت اول رو صفر در نظر بگیریم اگر این صفر بوده باشه یعنی که متن پنهان هست بنابراین میخواهیم اون رو ببینیم بنابراین این قسمت رو میام در اینجا کپی میکنم در این صورت اون ویزیبل رو فعال میکنیم و تکست رو هم تغییر میدیم و در غیر این صورت در غیر این صورت یعنی که ویزیبل در ابتدا خودش یک بوده یعنی متن در ابتدا خودش در حال نمایش هست بنابراین من باید بیام ویزیبل رو صفر بکنم و تکست رو هم عوض می کنم به همون شاو تکست یه بار دیگه برنامه رو اجرا می کنم الان شاو تکست رو می زنم متن رو می بینیم بعد های تکست متن پنهان میشه شاو تکست های تکست و یا حتی ما میتونیم رنگ سبز رو هم عوض بکنیم برای این دکمه کلیک بکنیم، پروپرتی که باید تغییر پیدا بکند، بک گروند کالر هست. بنابراین ما برای حالت اول، شاو تکست باتن، البته بک color کالر، از رنگ سبز مثلا استفاده می کنیم. و برای حالت دوم از یک رنگ دیگه. به این هم دقت بکنید که من مثلا می نویسم اپ دات رو که میزنم یک لیست میاد که من از این لیست برای تایپ سری هم میتونم استفاده بکنم حال من میخواهم در همین شاو text button یک پراپرتی رو عوض بکنم پس اس رو می نویسم بعدش انتر بزنم بقیه رو خودش تکمیل می کند و لازم نیست که کامل اون رو بنویسم حال داخل پراپرتی های شاو تکست باتن هم میخواهم رنگ بکگراند رو عوض بکنم پس دو سه حرف اول رو می نیسم، بعدش انتر می زنم. به صورت اتوماتیک اپ دیزاینر خودش ادامه رو می نیسد. الان تکست رو می بینیم بعد تکست پنهان میشه تکست رو می بینیم تکست پنهان میشه فکر کنم به جای این رنگ آبی از یک رنگ دیگه استفاده بکنیم که کنتراستش با متن مشکی رنگ متناسب باشه. برای حالت دوم مثلا از رنگ زرد میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین تا اینجا ما با Edit Field از نوع تکست آشنا شدیم. با استفاده از این گزینه ما میتونیم از کاربر یک رشته رو دریافت بکنیم و یا حتی نه یک متن استاتیک رو برای راهنمایی در جیو آی بنویسیم که اگر متن استاتیک بود حتما باید این گزینه ادیتبل رو غیر فعال بکنیم اما اگر خواستیم که کاربر یک متنی رو وارد بکند ادیتبل طبیعتا باید فعال باشه و زمانی که کاربر متنی رو وارد کرد اون متن در همین پراپرتی ولیو قرار می هیرد. و همینطور این دکمه فشاری یا باتن رو هم معرفی کردیم که برای اون کالبک تعریف کردیم اگر برای اون شاو تکست باشه و اون رو فشار بدهیم متن رو میبینیم و به صورت اتوماتیک رنگ عوض میشه و متن هم میشه های تکست و اگر اون رو بزنیم متن رو هم پنهان میکند پس این اولین المانی بود که باهاش آشنا شدیم من میام در اینجا باتن رو سرچ میکنم که تمام باتن ها رو ببینیم این باتن ساده بود، پوش باتن ساده و این هم رادیو باتن هست که گزینه جالبی هست. این رو من میام انتخاب میکنم و به برنامه اضافه میکنم. با درگ اند دراپ کردن به راحتی میتونید المان ها رو به بوم نقاشی اضافه بکنید. مثلا من از این باتن گروپ ها برای تنظیم رنگ این متن میتونم استفاده بکنم. پس فونت کالر رو میخواهم با ساده از این رادیو باتن تنظیم بکنم که گزینه اول مثلا رنگ قرمز هست بعدی رو رنگ سبز در نظر میگیرم آخری رو هم مثلا رنگ آبی و این رو میتونید در واقع به تعداد دلخواه شما تعمیم بدهید بر روی این رادیو باتن کلیک بکنیم در اینجا پراپرتیز های اون رو هم میتونید تنظیم بکنید مثل عنوانش و یا راستین چپچین بودنش و یا رنگ ها و سایر خواصی که مشاهده می کنید خب رادیو باتن در واقع برای انتخاب یک مورد از میان چند مورد استفاده میشه مثلا در اینجا رد هست پس رنگ این متن باید قرمز باشه اگر من گرین رو انتخاب بکنم این رنگ باید سبز باشه اگر بلو رو انتخاب بکنم باید آبی بشه بیایم یه بار برنامه رو اجرا بکنیم. در اینجا من میتونم گزینه های مختلف رو انتخاب بکنم. که حال باید یک برنامه بنیسیم که زمانی که مثلا گرین رو انتخاب میکنم به صورت اتوماتیک رنگ این متن هم عوض بشه. پس به صلاح باید برای اون کالبک تعریف کنیم. رنگ پس زمینه رو بهتره که در این تب سفید بکنیم و میاییم کلیک راست می کنیم و کالبک رو اضافه می کنیم. در اینجا کالبک های مختلفی وجود دارد که اولین مورد سلکشن چنج فانکشن هست. یعنی اینکه که کاربر وضعیت اولیه رو تغییر داده. بعد از اینکه اون کالبک رو انتخاب کردیم این بخش به صورت اتوماتیک به کد اضافه میشه. این رو بخونیم. فونت کالر باتن Group Selection Change یعنی این که کاربر اون رادیو باتن رو تغییر وضعیت داده حتی خود اپ دیزاینر میاد وضعیت جدید رو در اینجا مشخص میکند که حال ما بر اساس این وضعیت جدید باید بیایم تغییراتی رو در برنامه ایجاد بکنیم میام یک x برابر با یک رو در خط 42 اضافه میکنم تا بتونم در اینجا یک بریک پوینت بذارم و برنامه رو اجرا میکنم متن رو نشون میدم بعد فونت کالر رو عوض میکنم گزینه گرین رو انتخاب میکنم در این صورت بریک پوینت خط 42 فعال میشه الان سلکتد باتن رو ببینیم گرین هست و یا میتونیم این رو کپی بکنیم و در کامن ویندو اون رو ببینیم سلکتد باتن ولیوش یک هست یعنی اون رو در واقع انتخاب کرده ایم تکسش گرین هست که ما باید بر اساس این تکست بیاییم رنگ رو عوض بکنیم. برنامه رو متوقف می کنم. این قسمت رو هم حس می کنم. و در انتها همونطور که دیدیم ما تکست رو می خواهیم. بنابراین اون رنگ رد، گرین و یا بلو رو داخل سلکتد باتن قرار می دیم. حال می که تکست می رنگش رو تغییر بدهیم که اگر بر روی همین تکس کلیک بکنیم چیزی که باید تغییر بکند این رنگ قرمز هست که در اینجا اسمش فونت کالر هست پس اینجا میگیم که فونت کالر عوض بشه این فونت کالر رو برابر با همون سلکتد باتن قرار میدیم و یا بهتره که در اینجا هم سلکتد کالر رو اضافه بکنیم که اسم با معناتری باشه و همینطور توجه هم بکنید که من در اینجا اسم های رد گرین و بلوی که نوشتم طوری نوشته شده که توسط مطلب قابل تعریف باشه خود مطلب در واقع به صورت دیفالت این رنگ رد گرین و بلو رو میشناسد برنامه رو اجرا می کنم به تب باتنز میریم تکس رو نشون میدیم الان به صورت دیفالت رنگی قرمز هست بعدش گرین رو انتخاب می کنم البته باید این بریک پوینت رو در اینجا برداریم که دیگه برنامه در اینجا متوقف نشه دوباره برمیگردم به رد می بینید که متن تغییر کرد بعد گرین بعد بلو بنابراین ما با ساده از رادیو باتن ها میتونیم از میان چند تا گزینه یکی رو انتخاب بکنیم برای اینکه برنامه زیباتر بشه بهتره که رنگ بکگراند رو در اینجا سفید در نظر بگیریم و رد رو با همون رنگ قرمز نشون بدیم گرین رو با همون رنگ سبز بلو رو هم با همون رنگ آبی نشون بدیم بعدش فونت سایز رو 16 و بولد یا حتی 20 و بولد میتونیم تنظیم بکنیم که برنامه قشنگتر هم بشه